ما اینجا عزیزانی داریم که به عنوان شخصیت‌های مهم علمی حضور دارند که من نقطه کوچکی در هویت و شخصیت و بزرگی و منش اینها محسوب نمیشم، این رو بدون تعارف میگم. نمونش این بانوی خوب که استاد ادبیات هن و آثار قشنگی رو قلمی کردن و با مثنوی مشهورن، با شعرا مشهورن، اما میخوام نگاه این بانوی خوب رو متوجه یک خسارت بزرگ توی جامعه خودمون بکنیم. ببینید، ما دیروز یه مهمان داشتیم، من اینجوری معرفیش کردم، خانم خوب، که ما 40 سال اسیر ملاها هستیم، رنج میبریم و آسیب میبینیم، بهایی ها 170 سال آسیب میبینن و یه دوستی رو اینجا معرفی کردم که 1400 ساله دارن آسیب میبینن، زرتشتی بود. الان این دو عزیز بهایی هستن، میخواییم براشون دست بزنیم. ببینید، دارایی اینها رو گرفتن، 40 هکتار زمین داشتن به اسم این که شما بهایی هستید، اینا رو اخراج کرد، اینا ماندن. یعنی مگه میشه یک حکومتی بیاد و دست به اموال مردم ببره و بگه که من جانبداری از حق میکنم، جانبداری از قرآن میکنم، انصاف، اما میگم میشدنی هست. اگر شما کشور رو غنیمت بدانید، اگر اموال مردم رو غنیمت بدانید، میتونید همه یه کشور رو بزنید زیر بغلتون و هیچ باکی نداشته باشید. من میخوام از یک فرد بسیار نام‌آور صحبت کنم که با 4 خط امضا، دقت کنید، با 4 خط امضا زمین کسی رو جابجا نکرد، حساب بانکی کسی رو جابجا نکرد، خانه کسی رو ازش نگرفت، ولی با 4 خط نامه چند هزار زندانی رو به سینه دیوار سپرد، در یک جنگ ابلهانه چندین هزار جوان و پیر و زن و مرد ما رو به کشتن داد و بعد سفارت آمریکا رو که اشغال کردن از او به عنوان انقلاب دوم اسم برد که هنوزم داریم خسارتش رو میدیم. بعد با قلبی آرام و قلبی مطمئن و ضمیری آرام و امیدوار به فضل خدا از این دنیا مرخص شد، رفت. مگه میشه شما با 4 خط امضا و نامه چندین هزار نفر رو به سینه دیوار بسپری بعد بگی که با قلبی مطمئن و روانی شاد و ضمیری امیدوار به فضل خدا از خدمت خواهر برادرها مرخص میشم میرم پیشگاه خداوند؟ این اعتماد به نفس خیلیه، خیلیه. من ابراز شرمندگی میکنم از شما بهائیان، ابراز شرمندگی میکنم از شما که هموطن ما بودید، همیشه رنج بردید، همیشه اذیت شدید. من چه کار میتونم بکنم؟ خانم مجدی یه نامه آوردن شرح حال خودشون رو، فکر میکنه الان مثلا من سیستم قضایی در اختیار منه، الان بنویسم پاراف کنم که شیخ صادق لاریجانی مثلا بگی که آزمین اینا رو برگرد. نه عزیز من، من خودم با تلسکوپ هایی تعقیب میشم که اگر جایی منو ببینن، اون بنده خدایی که حالا تو اون فضا قرار گرفته از کار ممکنه برکنار بشه. برای شما صبوری آرزو میکنم، پیگیر باشید، وکیل بگیرید، شکایت بکنید، به دادگاه برید. این مسیری است که همه ما در پیش داریم. ما زندانیان بزرگ ملاها هستیم، ما اسیران بزرگ این جماعت هستیم. درود بر همه شما. با امید